گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از پایگاه عین الاسد در عراق. او کجا؟ او مخالفت با سیاستی 40 ساله در ایران. آنها که پا روی پرچم آمریکا نمیگذارند، غرب زدن یا به نظام دهنکجی میکنند. و تنین فریاد هنرمندان افغان در مارسی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مسئله سلامت سربازان آمریکایی که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین الاسد بودند بحث برانگیز شده. بعضی بیانیه هفته گذشته ارتش آمریکا درباره 11 سربازی که به دلیل علائم موج‌زدگی در اثر انفجار به بیمارستان‌های خارج از عراق منتقل شدند را دیرهنگام خواندند. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در پایگاه عین الاسد به دیدار تیم پزشکی رفته که نیروهای آمریکایی را بعد از بابت موشک ها معاینه کردند. آواربرداری از سمت آمریکایی پایگاه عین الاسد. آثار به جا مانده از موشک های ایران در حال پاک شدنند. موشک هایی که در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس در اینجا فرود آمدند. با گذشت بیش از 10 روز از حمله موشکی ایران به این پایگاه، هنوز حال و روز سربازای آمریکایی بحث برانگیزه. به خصوص اینکه آقای ترامپ اول گفته بود هیچ سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده. اما ارتش آمریکا در بیانیه گفته که 11 تا از سربازان رو به خاطر آسیب ملایم مغزی به بیمارستان‌های خارج از عراق فرستادن. این هم این سوال رو ایجاد کرد که آیا آمریکایی‌ها می‌خواستن پنهانکاری کنن؟ به کلینیک پایگاه آمده ایم تا با سرپرست تیم پزشکی که بعد از حمله سربازان را معاینه کرده اند صحبت کنیم. اون شب همه رو چک کردیم. نه کسی زخمی شده بود، نه کسی شکستگی یا جراحتی در اثر ترکش داشت. همه مثل هم بودن و بلافاصله هم سر کار برگشتن. اما بعد از 2 روز چند تاشون به کلینیک اومدن و در واقع خود فرمانده ها هم خواستن که همه مجدد بررسی بشن، به خاطر اینکه در معرض موج انفجار قرار گرفته بودن. در بعضی هاشون نشانه های آسیب ملایم مغزی یا موج زدگی دیده میشد. تصمیم بر این شد که برای مراقبت بیشتر تعدادشون رو به بیمارستان های بیرون از اینجا بفرستیم. نه به خاطر اینکه حالشون وخیم بود، بلکه به این دلیل که اینجا امکانات کافی نبود. و البته میتونم بگم همه به زودی سر کار برمیگردن، اما فعلا فکر کردیم بهتر تحت نظر باشن. چرا همون موقع و قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بگه کسی آسیب ندیده این موضوع گزارش نشد؟ سوال خوبیه، اما به طور معمول نشانه های آسیب مغزی نیاز به 24 ساعت وقفه و صبر داره. بعد از این وقفه دوباره ما بیمار رو بررسی میکنیم و برای تشخیص کامل آسیب مغزی زمانی در نظر میگیریم، چون بعضی مشکلات دیگر مثل استرس بعد از وضعیت اضطراب آلود هم ممکنه نشانه های مشابه داشته باشه. آیا میتونه باعث مرگ بشه؟ نه، خیلی به ندرت، وقتی که واقعا شرایط وخیم باشه. اما سطح آسیبی که اونا دیدن نگران کننده نبود. وقتی ما نگران مرگ میشیم که شرایط واقعا هشدار دهنده باشه، اون وقت همون شب قطعا منتقلشون میکردیم. هنوز نه آمریکایی ها و نه عراقی ها حاضر شدند درباره آن منبع رازآلود هشدار زود هنگامی که درباره حمله به دست آمریکایی ها رسید صحبت کنند. هشداری که به گفته فرماندهان پایگاه جان بسیاری از سربازان را از مرگ حتمی نجات داد. با آنکه این پایگاه در اصل عراقی است و میزبان نیروهای ائتلاف، هیئت نیروهای مسلح عراق و رسانه‌های عراقی همراهشان آخرین کسانی هستند که بعد از موشکباران به این پایگاه آمدند. این پایگاه نیروهای ائتلاف، نه پایگاه نیروهای آمریکا، و اینجا لشکری وجود نداره و سلاح سنگینی هم نیست. ما میخوایم همه ببینن که ما فقط با ائتلاف همکاری میکنیم و نیروی نظامی کشور دیگه‌ای برای مقاصد دیگه اینجا نیست.
مسئله اینه که بحران بزرگی بین ایران و آمریکا وجود داره و اونا عراق رو گذاشتن این وسط. این بحران ما نیست، بحران ایران و آمریکاست و ما اومدیم نشون بدیم که تو عراق چی میگذره. آنچه در کمتر از دو هفته میان آمریکا و ایران در عراق رخ داد ملغمه ایست از روایت‌های متناقض که تشخیص راست و دروغ هر کدام شاید سالیان سال طول بکشد. برای عراق همه اینها اما شاید به معنی برباد رفتن امیدی است که به برقراری تعادل در روابط با همسایه و متحد زورمند جهانی داشتند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عین الاسد. پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، عده زیادی از هنرمندان به حرکتی اعتراضی دست دادند. ده‌ها هنرمند برای همدردی با داغداران از حضور در جشنواره‌های فیلم و تئاتر و موسیقی فجر انصراف دادند، موجی که با واکنش تند حکومت روبرو شد. بنابر گزارش‌ها بسیاری از این هنرمندان به ممنوع‌کاری و ممنوع‌خروجی تهدید شدند و به آنها گفته شده که باید به جشنواره برگردند. در مقابل هستند عده‌ای از هنرمندان که انصراف از جشنواره را اقدامی احساسی می‌دانند و آن را محکوم کردند. با وجود همه این انتقادها و تهدیدها، هفته گذشته 139 سینماگر و هنرمند در بیانیه‌ای تک جمله‌ای اعلام کردند که به جشنواره فجر نمی‌روند. جشنواره‌ای که بین 12 تا 22 بهمن دهه پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و ماهیتی حکومتی دارد. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. جشنواره فیلم فجر، زمانی برای دیدن تازه‌ترین ساخته‌های سینمای ایران و جشنی برای دست‌اندرکاران سینما. حالا عده زیادی از هنرمندان می‌گویند در این جشنواره شرکت نمی‌کنند. مسعود کیمیایی از اولین کسانی بود که گفت جشنواره را تحریم می‌کند. دلیل من خاطر که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم. معلومی که مسافر بودن تسلیت به خانواده هاشون میگم و تسلیت به خیلی ها و خیلی از خانواده ها میگم. امروز هم 139 سینماگر هنرمند بیانیه‌ای تک جمله‌ای با همین هشتگ را منتشر کرده و میگویند به جشنواره فجر نمیروند. میگویند جامعه عزادار وقایع آبان ماه و سقوط هواپیمای اوکراین است، نوعی اعتراض که البته واکنش حکومت را هم به دنبال داشته. ترانه علی دوستی، هنرپیشه سینما، هفته گذشته در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم که ما شهروند نیستیم. هیچ وقت نبودیم. ما اسیریم. میلیون‌ها اسیر. او در پست دیگری اعلام کرد که در جشنواره فجر شرکت نمی کند. دیروز خانم علی دوستی به دادسرای رسانه احضار و با قرار کفالت آزاد شد. هنرمندانی در حوزه‌های مختلف سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی گفتند که در جشنواره فجر شرکت نمی کنند. گفته می شود کسانی که جشنواره را تحریم کردند، مدام تحت فشارند، بازجویی و احضار و حتی بازداشت می شوند و بعد با قرار وثیقه آزاد تا از تصمیم خود صرف نظر کنند. گفته می شد تعداد کسانی که از جشنواره تئاتر استفاده دادند به قدری زیاد است که احتمال حذف جشنواره وجود دارد. سه گروه تئاتر آدیداس، جانی اسکیکی و خدای جنگ در مشهد از اولین گروه‌هایی بودند که جشنواره تئاتر را تحریم کردند. ولی در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حضورشان در عرصه تئاتر فجر همچون مشتی محکم بر دهان استکبار خواهد بود. این توییت احمد مازنی، نماینده مجلس تهران است. کسانی که هنرمندان انصرافی از جشنواره فجر را تهدید به ممنوع کار شدن مادام العمر می کنند، نه با سلبریتی ها مشکل دارند، نه با انصراف. تجربه نشان داده است سلبریتی اگر تطلو باشد با او عکس می گیرند و نشان انقلاب به او می دهند، مشروط بر این که طبق منافع جناحی آنها قدم بردارد. از سوی دیگر هستند هنرمندانی که جشنواره را تحریم نکرده و معتقدند باید از این فرصت استفاده کرد. شهاب حسینی، هنرپیشه سینما، یکی از آنهاست. او در یادداشت بلندی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که حضور در جشنواره فجر فرصتی است هم برای هنرمندان که سالها تلاش کردند تا کار هنریشان دیده شود و هم برای منتقدان تا اگر اعتراض و انتقادی دارند مطرح کنند.
منتقدان میگویند همفکران شهاب حسینی به دلیل مناسبات و ملاحظات حکومتی مخالف تحریمند. البته در این میان هستند کسانی که جشنواره فجر را تنها ویترین و رویداد مهم سینمایی هنری میدانند و معتقدند از این فرصت باید بهره برد. هر روز به تعداد هنرمندانی که میگویند به جشنواره نخواهند رفت اضافه می شود. همینطور به تعداد هنرمندانی که گفته بودند جشنواره را تحریم می کنند ولی بعداً گفتند در آن شرکت می کنند. حالا باید دید با شروع جشنواره کدام کف سنگین تر خواهد بود. موافقان تحریم یا مخالفان؟ مریم افشنگ، بی بی سی. رفتار بازار بورس تهران در ماه‌های اخیر با انتظارات تفاوت داشته و در بعضی مقاطع به تحولات سیاسی برخلاف منطق اقتصادی واکنش نشان داده. در همین حال دفتر رهبر ایران از ورود بعضی از شرکت‌های تحت نظر این نهاد به بورس خبر داده. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به روند بحث برانگیز بازار بورس تهران و حضور شرکت‌های وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای در این بازار. There are reports tonight that Iran has launched multiple missiles two military bases in Iraq that house American Iran troops. Iran now admitting it shot down a Ukrainian passenger plane by mistake. بورس تهران در پرتنش‌ترین روزهای دی ماه وقتی که کشور تا پای جنگ رفت واکنشی دور از انتظار نشان داد. بازارهای سهام در جهان معمولاً به تنش‌های سیاسی واکنش سریع نشان می‌دهند. اگر احتمال بروز جنگ یا رویدادهای مشابه زیاد شود، سهامداران شروع به فروش سهام خود می کنند تا دارایی‌هاشان را از بورس بیرون بکشند و به بازاری امن‌تر ببرند. به این ترتیب شاخص بورس افت می کند. در بورس تهران این اتفاق افتاد، اما به سرعت شاخص جابجا شد. شاخص کل بورس در نیمه اول سال روند رو به رشد داشت. از 13 دی ماه همزمان با کشته شدن قاسم سلیمانی روند نزولی را آغاز کرد. در میان خبر توقف چندین نماد معاملاتی در بورس هم منتشر شد. اما 18 دی وقتی سپاه مواضع آمریکایی‌ها در عراق را مشکباران کرده بود، شاخص کل برخلاف انتظار رشد کرد تا جایی که حالا و با فروکش کردن احتمال بروز جنگ در جایگاه حدود 410 هزار واحد مانده. بعضی از کارشناسان در تحلیل این رشد غیرطبیعی شاخص کل احتمال دخالت در معاملات بورس را مطرح می‌کنند. هرچند بعضی دیگر گفتند بعد از حمله موشکی ایران و عدم واکنش طرف مقابل چون این برداشت بین سرمایه‌گذاران ایجاد شد که احتمال جنگ از بین رفته و همین باعث شد که بازار به روند گذشته بازگردد. شمار زیادی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار سهام تهران سهامدار حقیقی عمده‌ای ندارند. از جمله مهمترین آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها هستند. این بنگاه‌ها خدمات کارگزاری دارند و می‌توانند مستقلاً در بازار به خرید و فروش‌های اقدام کنند که در ادبیات بازارهای مالی بازارسازی نام دارد. این شرکت‌ها همچنین بخشی از سهام سایر شرکت‌های بورسی را هم در اختیار دارند و این قدرت مانور آنها را در بازار افزایش داده. این بازیگران که بازار آنها را به عنوان حقوقی‌ها می‌شناسد، معمولاً می‌توانند شاخص بازار را برخلاف انتظارات سهامداران خرد تغییر دهند. به ویژه آنکه بهبود شرایط بورس و جلوگیری از سقوط آن جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و یک امتیاز سیاسی است، آن هم در دورانی که اعتراض‌های مردمی مرتب تکرار می‌شود. حالا با گذشت 10 روز از این اتفاقات، دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبر از ورود نهادهای اقتصادی زیر نظرش به بورس می‌دهد. اعلام رسمی این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست شرکت‌های زیرمجموعه این شبکه اقتصادی عظیم در بورس فعالیت می‌کنند. محمد جواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله خامنه‌ای دیروز در همایشی گفت: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کردیم که شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری شرایط پذیرش در بورس را پیدا کنند و این روند سرعت گیرد. کارهای ویژه‌ای با ابتکار نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری انجام می‌شود. دفتر آیت الله خامنه‌ای هیچ توضیحی نداده که چه شرکت‌هایی سهام خود را در بازار عرضه خواهند کرد. بنابر ماده 45 قانون فعالیت در بورس، هر شرکتی که مجوز انتشار اوراق بهادار را از سازمان بورس دریافت کرده، مکلف است صورت‌های سالانه مالی خود،
صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده، گزارش هیئت مدیره و حسابرس و هر گونه اطلاعاتی که بر قیمت سهام و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر دارد را در اختیار بورس قرار دهد. آستان قدس هم به سهم خودش، توانمندی‌های خودش که شفافیت مالی نهادهایی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند مدت هاست که محل بحث است. فقدان انتشار گزارش‌های مالی مؤسسات و نهادهای تحت نظر رهبری باعث شده گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره ارزش این نهادها و ابعاد فعالیت اقتصادی آنها ارائه شود. به عنوان نمونه، دو سال پیش روزنامه وال استریت جورنال مجموع ارزش شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی را 200 میلیارد دلار برآورد کرد. خبرگزاری رویترز هم 6 سال پیش ارزش ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را 95 میلیارد دلار محاسبه کرده بود. بر اساس برآورد اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس، یک سوم این بازار در اختیار 10 شرکت است. یکی از مهمترین آنها شرکت قدیر است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است. از 9 بانک فعال در بورس تهران، دست کم 2 بانک در ارتباط با نهادهای زیرمجموعه رهبری هستند. بانک‌های پارسیان و کارآفرین که مهمترین سهامدارانشان مؤسسات سرمایه‌گذاری تدبیر، توسعه اقتصاد فردا و توسعه اقتصاد آینده سازان از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام هستند. نمونه دیگر آنها شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است که باز هم از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، بازوی سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در بورس تهران است. بنیاد مستضعفان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی یک وظیفه‌ای داره. بنیاد مستضعفان هم پارسال اعلام کرد که تمام شرکت‌هایش شامل 11 هلدینگ و 185 شرکت وارد بورس می‌شوند. روابط عمومی بنیاد اعلام کرد که این کار به شفافیت مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. اینکه چه ضرورتی برای نهادهای غیر شفاف بخش عمومی پیش آمده که خواهان ورود به بورس شدند، پرسشی است که هنوز پاسخ آن روشن نیست. شیدا هوشمندی، بی بی سی. انتشار عکس‌هایی از کارگاهی در ایران که پرچم آمریکا و اسرائیل برای آتش زدن تولید می‌کند، در رسانه‌های غربی بازتاب داشته. از سوی حکومت ایران تعداد پرچم‌ها برای لگد کردن را بیشتر کرده و از سوی دیگر نوع مخالفت‌ها با این سیاست متنوع‌تر شده. جزئیات بیشتر از پرهام قبادی. پایکوبی در ایران بر روی پرچم آمریکا و اسرائیل، حرکتی که در 4 دهه عمر جمهوری اسلامی نماد آمریکا و اسرائیل ستیزی است. اخیراً تصاویری در ایران نشان می‌دهد که از یک سو تعداد پرچم‌ها برای لگدمال کردن در اماکن عمومی زیاد شده و از سوی دیگر مقاومت مدنی برخی از مردم در برابر این سیاست حکومتی فراگیرتر شده. مثلا اینجا در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشجویان به کسانی که روی پرچم می‌روند اعتراض می‌کنند. ها کجا؟ بیشرف! پرچم‌ها جاهایی نقاشی می‌شوند که چاره‌ای برای آبرین جز رد شدن از روی آنها نگذارند. مثلا روی پلکان. اما در کردستان دانشجویان ترجیح می‌دهند از باغچه رد شوند. در این دانشگاه از روی آن می‌پرند. حتی برخی کودکان در مدارس هم از این کار اجتناب می کنند. و رانندگانی که باید در وسط بزرگراه ویراج دهند. بازار لگد کردن و آتش زدن پرچم در نماز جمعه معمولا داغ است. اما تلویزیون دولتی ایران نشان داد همه نمازگزاران هم با این کار موافق نیستند. حتی در مسجد هم برخی از این کار پرهیز می کنند. در دانشگاه گرگان دانشجویان در اعتراض به این سیاست شعار دادند. عکس‌های فرهاد بابایی که اخیراً در رسانه‌های غربی بازتاب داشته، کارگاهی در خمین را نشان می‌دهد که پرچم آمریکا و اسرائیل برای سوزاندن و لگد کردن تولید می‌کند. تا به حال رد شدن از روی پرچم آمریکا نتیجه سیاسی ملموسی برای حکومت ایران نداشته، اما رد نشدن از روی آن رئیس جمهوری آمریکا را خوشحال کرده.
یه پرچم بزرگ آمریکا رو گذاشتن روی زمین تو خیابون و قرار بود هزاران هزار ایرانی روش را برن و لگدش کنن و پایمالش کنن و بزنن بترکوننش. اما همشون از کنارش رد شدن. ترامپ رو دوست دارن. شما رو دوست دارن. من نماینده شمام. اونا ما رو دوست دارن. البته منتقدان آقای ترامپ میگویند این اقدام مردم بیشتر دهنکجی به سیاست دشمنی با آمریکاست تا دوست داشتن شخص ترامپ. یکی از مخالفان سرسخت این سیاست صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران است که برای رد نشدن از روی پرچم هم مجبور شد از نرده بالا برود، هم وقتی بسیجی ها میخواستن مجبورش کنند از قدرت بدنیش استفاده کند. او پیشتر در برنامه تلویزیونی دلیل انتقادش از این سیاست را عنوان کرده. چرا سرتون رو بردین مثل کپ تو برف فرو و نمیخواین خیلی از واقعیت‌ها رو ببینین؟ من مخصوصا پریدم که پرچم آمریکا رو لغت نکنم. اون وقت شما ببین چه چیزهای علیه من گفتن. آقا پرچم یک کشور رو آتیش زدن اشتباه هستش، توهین به اون ملت. پرچم یک کشور رو گذاشتن زمین آقای علیزاده و از روش راه رفتن خطا هست، شما دارید به اون ملت توهین میکنید. البته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و از طرفداران این سیاست اعتقاد دارد کسانی که پرچم را لگد نمیکنند جاسوسند. نقل کردن این آقا وقتی رد میشدن رو زمین عکس پرچم امریکا و اسرائیل بوده، اینا از روی پرچم امریکا و اسرائیل رد نشدن، از کنارش رفتن. اینا امریکایی هن، اینا اسرائیلی هن، اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل اومدن در کشوری کارو میکنن. آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس ایران هم سابقه دارد، زمانی که آمریکا از برجام خارج شد. البته این اقدام منتقدانی هم داشت، مانند علی مطهری نماینده تهران که حالا برای دور بعد رد صلاحیت شده. این رفتار بدی بود، این اقدام کار درستی نبود. در گزارشی که شب گذشته منتشر شد، اعلام شد 2/3 مردم آمریکا با این اقدام ترامپ مخالف هستند. بعد ما با آتش زدن پرچم در مجلس در حقیقت مردم این کشور را در برابر خودمان قرار می دهیم. سیاست پرچم سوزی و لگد کردن آن احتمالاً ادامه خواهد داشت. اما به نظر می رسد که دود آن این روزها فقط به چشم سیاستمداران آمریکایی نمی رود. پرهام قبادی، بی بی سی. در رویدادی کم سابقه موزه تمدن‌های اروپا و مدیترانه در شهر مارسی فرانسه میزبان نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر افغانستان است. نمایشگاه خرمهره کارهای هنرمندانی را به نمایش گذاشته که با آثارشان به نبرد علیه جنگ و تبعات آن در افغانستان برخواستند. کاوون خموش به دیدن این نمایشگاه رفته. موزه پرشکوه میوسم در دامنه دژ 360 ساله سنجان در جنوب فرانسه آثار 11 هنرمند افغانستان را تا 11 اسفند یا حوت به نمایش گذاشته. اجرا، چیدمان، طراحی، نقاشی، عکاسی مستند و مجسمه تابلوی هنرمندان افغانستان در این تالار است. تابلوی از واکنش حلقه هنری افغانستان به وضعیت دشوار. برای برگزار کنندگان نمایشگاه، خرمهره یعنی دوام خلاقیت برغم فضای بسته و چالش های امنیتی. هنرمندان یه داستانایی میرسونن که رسانه ها تا حالا نرساندن به غرب، یا بین داستانایی هست که به خودشون هم نگفتن. یعنی الان تاریخ افغانستان، تاریخ جدید، یعنی تاریخ این چند ساله الان گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ برای اینکه یک خطری هم هست. تولد دوباره سرخ، روایت کشتار معترضان در کابل از محسن تاشه، کابوس گرایش جنسی و تیر اتهام به پیشانی اقلیت‌ها از حامد حسنزاده، عمق زخم زنستیزی در تابلوهای لطیف اشراق، بازسازی صحنه یک کشتار هدفمند در اجرای کاوه آیرک و زن و نیمه پنهان از نظرهای افغانستان در عکس‌های فرزانه واحدی بخشی از این نمایشگاه است. تصویری که خرمهره تلاش داره از افغانستان به نمایش بگذاره است که در 20 سال گذشته از لای دود و خون و آتش هنرمندانی بیرون شدن که میخواین خودشان راوی قصه و سرگذشتشان باشه و نگذارن که قصه و تاریخشان به دست کس دیگه نوشته شود. اما آیا فضای ایکار در افغانستان امروز مهیا است؟
جالبترین مسئله در مورد این نمایشگاه به نظر من اینه که هنرمندها کارهای هنریشون رو با طرح پرسش‌هایی در حوزه سیاست و اجتماع و غیره تولید کردن. در گوشه دیگر، ساختار شکنی و دگردیسی کلیشه‌ها در هوای آزاد زلیخا شیرزاد، روایت تابوهای جامعه افغانستان در قصه‌های آثار لایق، زره در برابر خیابان آزاری نمایش پرسر و صدای کبری خادمی در کابل، رویارویی تضادها و طبقات در دیوارهای هرات از مرتضی هراتی و اعلامیه‌های تکراری در نکوهش حملات انتحاری در دیوار محکومیت عزیز هزاره تداعیگر فضای امروز افغانستان در این نمایشگاه است. من اصالتاً ایرانیم و با فرهنگ افغانستان آشنایی دارم. برای من جالب بود که در آثار این هنرمندان نه تنها ظرافت‌ها و نشانه‌هایی از فرهنگ افغانستان هست که قصه‌های تلخ را در قالب نوعی طنز می‌شه دید. یک سایه سیار می‌بینیم متأسفانه. این یک سایه گذری بعد از مثلا 18 سال که گذشتم در تحول سیاسی که آمده، هنوز هم این سایه سیار وجود داره. خیلی سنگین بود، ولی جالبه که به رغم سال‌های جنگ هنوز زندگی و هنر در افغانستان هست و مردم امیدوارند که تغییر بیاد و میخوان زوایای مختلفی از زندگیشون رو که ما در غرب کمتر میبینیم نشون بدن. برای برگزاری این نمایشگاه 3 سال کار شده. با این وجود به برخی از هنرمندان برای شرکت در نمایشگاه خودشان ویزای سفر به فرانسه داده نشد. نام نمایشگاه خرمهره اشاره به سنگ نادر است که به باور برخی پیدا کردنش سخت، ولی با داشتنش هر آرزوی را میتوان برآورده کرد. کنایه ای به وضعیت افغانستان، هنر و هنرمندان افغان در دهه گذشته که برغم کمک‌های میلیونی و تلفات بیشمار انسانی چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده ندارند. کاون خاموش، بی بی سی مخزه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.